خب در بخش دوم به معرفی سنتور کروماتیک بم میپردازم که از لحاظ ساختار خیلی شبیه به همون سنتور کروماتیک قبلی هستش و تفاوت خاصی از لحاظ ساختار نداره، به غیر از اینکه سیم بندی این به صورت سه سیمه انجام شده که حجم صدا بتونه بیشتر کنترل بشه و مهار بشه و خیلی تنین ها و ماند صدا زیاد نباشه. و عین همون ساز، این ساز هم دارای 13 خرک هستش که باز فواصل به صورت کروماتیک پشت سر هم قرار میگیرن و سیم اول ساز الان در این وضعیت نوت فا هستش، سول، لا، سی، دو، ر، می، فا، و به همین ترتیب طرف سفید هم به همین شکل خرک بندی شده. البته این ساز به صورت آزمایشی سیم 0.70 بسته شده که خیلی خوب جواب نداد و الان در حال حاضر خیلی صدای مناسب و خوش صدایی نداره و بعد سیم عوض بشه یا حالا سیم مثلا 0.50 یا 0.45 که بتونه صدای خوبی ازش بشنویم از این ساز و نتیجه خوبی داشته باشه. این تغییر سیم کشی ساز به این دلیل انجام شد که یه امتحانی بشه و ببینیم روی سیم های با قطر بیشتر در یه همچین ابعادی به چه صورت صدا میده و آیا میشه با سیم های قطر بیشتر، مثلا سیم های مثل 0.65 0.70 اینها، به صدای مطلوبی برسیم که طبق آزمایشی که انجام شد و اینها فکر میکنم خیلی صدای مطلوبی نداشته باشه و از اون حالت صدای سنتور طبیعی و سنتور ایرانی مقدار فضا خارج میشه و کیفیت خوبی نداریم. بنابراین اگر این ساز با سیم هایی مثل 0.45 یا 0.50 سیم کشی بشه قطعا صدای خیلی بهتری خواهد داشت و احتمالا فواصل اون از وضعیت فعلی عوض میشه که الان سیم اول ما نوت فا هستش، احتمالا میتونه نوت سول یا نوت لا باشه و محدودمون به همون نسبت به صورت اکتاو به اکتاو تغییر خواهد کرد و با این ساز ما میتونیم محدوده‌های بم رو در 3 اکتاو داشته باشیم و بتونیم با همراه اون سنتور یه محدوده خیلی وسیع‌تری رو به صورت کروماتیک اجرا داشته باشیم. حالا من در یک سری جدول‌ها و نمودارها محدوده این ساز رو خدمت دوستان نشون میدم که ببینن با یه چنین سازی ما چه امکاناتی و چه محدوده‌ای برای اجرا خواهیم داشت.